پژوهش امروز تو دانشگاه با حوزه فناوری به هم گره خورده. لذا شاید مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش ما تمرکزمون بر پژوهش‌های بنیادی و کاربردی صرف بود. امروز روی کاربردی کردن این پژوهش‌ها و تبدیلش به کسب و کار و ایجاد یک اکوسیستم فناوری تو دانشگاه بیشتر متمرکز شدیم. از نظر ما یه زنجیره‌ای شروع میشه تو دانشگاه که از آموزش شروع میشه، در پژوهش ادامه پیدا میکنه. این پژوهش سعی میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با نیازهای کشور. حالا البته بخشش پژوهش‌های بنیادی است که اون هم باز در مسیر کاربرد قرار میگیره، و این پژوهش‌های کاربردی بخشش تبدیل به کسب و کار بشه که باز برای این ایجاد اکوسیستم ما نیازمند انجام آموزش‌های لازم و مهارت‌های مورد نیاز در دانشجو هستیم. به این ترتیب میتونم بگم امروز آموزش ما، پژوهش ما، حوزه فناوری ما به شدت به همدیگه متصل شدن. این حوزه‌ها لزوماً مستقل از هم تعریف نمیشن. به همین دلیل برنامه‌های آموزشی دانشگاه تغییرات زیادی توش صورت گرفته و در حال ادامه این تغییرات هستیم. سعی کردیم علاوه بر اینکه پژوهش‌های بنیادی رو پشتیبانی می‌کنیم با پشتیبانی تجهیزات، تأمین مالی از طرف خود دانشگاه یا سایر دستگاه‌ها، با تشکیل مؤسسات مشترک بیایم و نیازهای دستگاه‌ها رو بیشتر وارد دانشگاه بکنیم و توانمندی دانشگاه رو هم بیشتر نشون بدیم. خب این مؤسسات مشترک حدود 20 سالی هست که در دانشگاه ایده شکل گرفته. خوشبختانه ما توسعه خیلی خوبی در حوزه پارک داشتیم، در قراردادهای پژوهشی کاربردی داشتیم و همینطور در ایجاد شرکت‌های زایشی، مراکز نوآوری. کار دیگری که دانشگاه کرده، یک شبکه فناوری رو در کل دانشگاه تعریف کرده. از یه جهت شرایط تحریم دستگاه‌ها رو بیشتر متمایل کرده که با دانشگاه‌ها کار بکنن و نیازهاشون رو از طریق دانشگاه‌ها تأمین بکنن. تقریباً بودجه‌هایی که ما از محل قراردادهای پژوهش‌های کاربردی تأمین می‌کردیم تغییر زیادی توش به وجود نیامده، چون نیاز دستگاه‌ها به توانمندی‌های دانشگاه‌ها بیشتر شده. از اینجا در این حال ما سعی کردیم با سایر دانشگاه‌های کشور هم کنسرسیوم تشکیل بدیم و پروژه‌ها رو با هم ببریم جلو. اینم یه فضای جدیدی رو به وجود آورده. شاید محدودیت بیشتر ما در بودجه‌هایی که خود دانشگاه در اختیارش هست و پژوهش‌ها رو پشتیبانی می‌کنه. با توجه به اینکه خب ما با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شدیم، مواد اولیه خیلی گرون شده. سال گذشته هم بودجه ما 10% تخصیص داده نشده. افزایش حقوق و دستمزد رو هم امسال داشتیم. متأسفانه بودجه جاری فقط هزینه شده بابت حقوق و دستمزد. لذا دانشگاه از لحاظ تأمین منابع مالی برای پشتیبانی پژوهش از محل منابع خودش دچار مشکل شده. خب دانشگاه اخلاق توش حرف اول رو باید بزنه. ما تو برنامه 5 سالمون یکی از محورهای سگانه در واقع اخلاق بود، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی. اینکه اصول اخلاق در دانشگاه حفظ بشه، رعایت بشه، بیش از اون که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کار بکنه، خود اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان هستند که اینها متخلق به اخلاق هستند و سعی می‌کنن رعایت بکنن. یعنی ما پلیس ویژه‌ای نباید درست کنیم که یک دانشجو، یک استاد، یک کارمند ما اخلاق رو رعایت بکنه و اونها ضامن و تضمین کننده رعایت اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه هستن. اما از طرف دیگه دانشگاه هم مسئولیت‌های قانونی داره. اگر کسی به هر دلیلی خارج از این حوزه عمل کرد، دانشگاه باید به سرعت وارد بشه و با اون برخورد بکنه. خب ما مواردی بود که متأسفانه افراد یا به دلیل ناآگاهی یا به دلیل به هر حال رسیدن به یک
مزیتی در کوتاه‌ترین زمان بدون زحمت اقداماتی کردن. بله دانشگاه قبل از اینکه آیین‌نامه‌های مصوبه وزارت علوم و مجلس بیاد سعی کرد با اینها برخورد بکنه. فکر میکنم بی اخلاقی ها در مقایسه با حجم عظیم پژوهش ها و فعالیت ها عدد بزرگی نیست، اما اگرچه یک دونش هم برای دانشگاه قابل تحمل نیست. ما قبل از ابلاغ دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌های جدید محدودیت ها داشتیم برای اجرای احکام. مثلا آیین‌نامه ها مجازات های محدودی رو دیده بود، بنابراین ما فقط میتونستیم در چارچوب اونها عمل بکنیم. میدونید که کمیته اخلاق دانشگاه وقتی حکمی رو میده باید بره کمیته انضباطی یا هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی، اونها حکم رو صادر بکنن. بنابراین ما در اون چارچوب عمل میکردیم. آیین‌نامه‌های جدید یک کمی روشن‌تر اومده، مشخص‌تر شده، بنابراین ما تعداد محدودی داشتیم دانشجویی که از تحصیل محروم شد، صدور مدرک یا ابلاغ شد مجدد باید دفاع بکنه. اساتیدی که باز خیلی محدود پایهشون کسر پایه داشتن، کسر حقوق داشتن، تعلیق داشتن. کل شاید پرونده هایی که در کمیته اخلاق ما مطرح شده باشه 30 تاست، حدوداً 30 تا. بله که حالا همه اینها حکم نگرفتن، برخیشون هم تبرئه شدن، برخیشون واقعا عدم اطلاع بود. ولی الان چیزی که اومده تو کمیته اخلاق دانشگاه فکر نمی کنم بیش از 30 تا باشه، ولی آمار دقیق الان ندارم.